دوستان عزیز، خانم ها، آقایان، Ladies and gentlemen، سلام. متشکرم از اینکه زایه کردید منو با این جواب سلامتون. ما رو باش، شما رو باش، با یک ذوقی اومدیم از تهران تو اتوبان، یه مقدار سرعت رو اضافه کردیم که اگر پلیس ما رو میگرفت میخوابون ماشین البته. فقط به خاطر شما. حالا من با این ذوق سلام میکنم به چه گرمی همه در پاسخ به من. نمیتونم این چه کاری آخه، اشکالی نداره. حالی ریبندی هستم، برنامه صدا سازی و تولید صدا، من یه توضیح. اما کار من، ببینید عزیزان، در تدریس صدا و صدا سازی فرکانس های صدا با هم فرق میکنه. در طول موجی که صداها ایجاد میکنه، بشین آقای عزیز، مثل زیرنویس تلویزیون هی رد میشه از اینجا. سه بار فقط رفتی در شویی. من که آمار این چیزا رو نباید داشته باشم، از اعصاب ندارم. چیه؟ طوری به دستشویی میخندی نگاه جزی از زندگی. بشین آقا، بشین دیگه. پدر سلباتی واقعا یه جوری به دستشویی میخندی نگاه جزی از زندگیمون نیست. اتفاقا قسمت عمده‌ای رو تشکیل میده. بدبختی شده محل تفکر. به قول دوستی میگفت گاهی انقدر در دبلیوسی قرق در رویاهای خودت میشی که اصلا فراموش میکنی یه نفر دیگه اون بیرون هست. نه که بگی عاشقت داری میتره که بدبخت میگه جون مادرت بیا بیرون. حالا یه دستشویی هم دست داره، چه جالبه. من اشکال نداره. حالا بالاخره بعضیا سیگار هم میکشن اونجا. عرضم حضورتون که توضیح میدادم تغییر فرکانس های صدایی و طول موج هایی که ایجاد میشه در کسی از ثانیه اتفاق میفته و طوری که من عذرخواهی هم میکنم وسط صحبتتون دارم حرف میزنم، خلاصه ببخشید. خب میخندی، دارم حرف میزنم، برنامه حساسه. عزیزان دل، یک لحظه اگه من اشتباه کنم کارم زاره. یهو صدای محمد اصفهانی تبدیل به هوبه چیز میشه. من باید پاسخ خوب باشم. در کسی از ثانیه اپسیلو میزنه در واحد تنور و آلتو، تلاقی صدای بالتون بیس تا بیس و اونجا خواهر من، خانم محترم، خدا وکیلی مدیونی اون وسط در مورد من اونجوری داری فکر میکنی. من میخونم افکارتون عزیزا. بگی با خودت این پسر ما را گیر آورده، این آخر شبی رفته بالا میخواد از خودش تعریف کنه. نه بله دیگه، آب کف استفاده کنه. تا کجا لجبازی؟ من نمیدونم واقعا. میدونید اسکندری وقتی بچه بود از یک مشکل عقب ماندگی ذهنی رنج می‌برد. بابا باش رفته بود میوه فروشی، 5-6 سالش بود، ای دست دراز میکرد این موزا و توت فرنگی ها رو برمیداشت میخورد. میوه فروشیه هی نگاه میکرد، هی خویشتنداری میکرد، هی خودش رو کنترل میکرد. بعد دید نه، کار داره خطرناک میشه. 6-7 کیلو موز و توت فرنگی رو خورد، یهو دادش در اومد. بس بچه، چقدر موز میخوری؟ باباش برگشت گفت آقا جان ببخشید این پسر من عقب مونده است، نمیفهمه. گفت مرد حسابه، اگه عقب مونده است چرا پیاز نمیخوره؟ همه موزا رو خورد. چی بگم از قضاوت کردن‌های عجولانمون؟ من هنوز برنامه‌مو شروع نکردم، چون که کلاس‌های ذهن خانی رو رفتم. از هان شما خوبان رو که اینجا آنالیز می‌کنم، می‌بینم که هنوز هیچی نشده دارید منو قضاوت می‌کنید. قضاوت عجولانه کاریست بس اشتباه. جای دوری نمیرم، از همین اسکندری خاطره میگم. اسکندری میگفت من قبلنا در ماست موسی رو لیس می‌زدم برای لذتش، گفت اما الان لیست میزنم برای قیمتش. میگم مسئله فرق کرده. بدبختی یکی دوتا نیست. خود من تا هفته قبل فکر میکردم که هوا مجانیه، تا اینکه رفتم یه چیپس خریدم، دیدی یه پاکت هواست دوتا چیپس هم ملغ میزنه وسطش. اما اجازه بدین یه خط سنتی میخونم به جون خودم آقای اسکندری. اگر در این مرحله من از دوستان نمره قبولی بگیرم، بعد از اون دیگه این سالن و این بازار دنیای نور انفجره ینفجر و انفجار. این صیغه مبالغه است، صیغه های دیگر هم که خودت بلدی. بله بریم یه خط سنتی. استاد جواد زلفنون تکنوازی میکنه و
و بعد شهرام ناظری قطعه ای رو برای شما خواهد خوند. خوب به من توجه. یک شب آتش هرنه زانی فتا. بسیار متشکرم. خب اجازه بدیم شلوغ نکن اسخر. اشاره کردن که وقت بنده تمام هست. شما خسته شدی؟ علیکی میگی؟ یعنی میگی برام ادامه بدم؟ زنجیر منو بافتی، پشت کو انداختی، بابا اومده، منم نمیدونم، فقط یه لحظه احساس کردم من خاله شادونم دارم برام اجرا میکنم. انقدر که زیبا صدای کودک درونتون رو دریافت کردم اینجا. اتفاقا خاله شادونه یکی از موفق ترین مجریان کودک. همیشه برام سوال بود اسکندری، میگفتم خاله شادونه چه کار میکنه بچه ها مثل موم تو مشتشن و اینقدر به کارش مسلط. خاله شادونه وقتی میاد روی صحنه خودش رو اندازه بچه ها کوچولو میکنه. خدا میدونه از لجبازی مونه در طول یک فصل فوتبال طرفدارای آبی و قرمز تو سر و کله هم میزنن، انتهای فصل سپاهان میره قهرمان میشه. این همه الکی داد و فریاد. دخترا بهترن یا پسرا؟ دخترا بهترن یا پسرا؟ احسنت. دخترها نسبت به پسرها انسانهای بسیار قانعی هستند. بله. چرا که دخترها هیچ چیز از خدای بزرگ نمیخوان الا یه شوهر خوب. اما به بحثی که اونو به دست میارن دیگه همه چی میخوان از اون بدبخت. اون بعد بره جور کنه. به یه دختری گفتن شوهر چند حرف داره؟ گفت اگه پیدا بشه که حرف نداره، پیدا نمیشه. خیلی خیلی خوشحالم که آقای اسکندری به عنوان یکی از خلوتترین مجریان تلویزیون کنار ما. نه قیافت شبیه پیراشکی میمونه، خیلی جذاب و دوست داشتنی. اما بگذاریم. خب خیلی خیلی خداوند رو شاکرم که باز یک بار دیگه فرصتی استثنایی رو نصیب حقیر کرد در جمع دوست داشتنی و فریخته شما خوبان بیام. شمایی که انتخابی درست دارید برای برگزیدن یک بازار سالم و موفق و میایید اینجا خریدهای بسیار ارزشتون رو انجام میدید. من تشکر میکنم از مدیران این مجموعه که فکر بسیار بالایی دارن. مدیری که فقط به سود فکر میکنه مانند بازیکن تنیسی میمونه که عوض این که به توپ نگاه کنه چشمانش فقط به تابلوی امتیازاته. اما مدیران اینجا به سود فکر نکردن، بلکه شادی و خوشبختی و شادکامی شما را هم در نظر گرفتن و امشب قرعه کشی بسیار ارزشمندی را هم انجام میدن. به افتخار این عزیزان که شادی شما را خواستن تقدیر شایسته به عمل بیارید. خستگی از تن و بدنشو بره بیرون. یه خاطره تعریف میکرد یکی از رفقا، میگفت که پشت چراغ قرمز بودم، یه راننده وانت اومد از چراغ قرمز خیلی راحت رد شد، ماشین پلیس هم اون زل چراغ قرمز وایستاده بود، صحنه رو دید، سلی بلنگو رو برداشت، گفت راننده وانت پیکان، راننده وانت کجا داری میری؟ نگو راننده وانت هم بلنگوش رو برداشت، گفت دارم میرم خونم. به همین راحتی خیلی ساده از کرم مسئله رد میشن. دنیای نور اینجا دستا رو خیلی خوب زدن، جشنی عالی برگزار شده، مراسم گلباران رو انجام میدیم. خواهش میکنم یه دست فوق العاده زیبا به افتخار آقای داوودی صدا بردار این مجموعه که صدای فوق العاده عالی و فنی رو تقدیم شما کرد بزنید تا بریم سراغ لیکوت. عزیزم خدا میدونه دل این دوستان و یاران و خارمها آقایون شاد شد، خدا دلتو شاد کنه. فکر کنی از من بترسی منو قورتم میده. بله، میگفت تو زندگی به ما گفته بودن از کنار مشکلات زندگی باید سری گذشت و بهش گفت میگ میگ
سری گذشت، اما ما نمیدونستیم مشکلات زندگی مثل گوری لنگوری رومون نشسته میگه انگوری انگوری بلند نمیشه که لهت میکنه اون زیر. فراد مجیدی هم که خداحافظی کرد برای بار دوم، حالا امیدواریم برای بار سوم چهارمش هم. دیدی دیگه فوتبالی هم میرم میگم من دیگه خداحافظ، چهار گوشر میبوسه باز میره میگه بوسامو پس گرفتم باز میام. اما خواهش میکنم طرفدار تیم آبی یعنی استقلال دست قشنگ بزن. چه زیادم اصلا آشان. Stop please. Listen to me. Look at the picture ladies and gentlemen. حالا پرس پولیسی ها برزازا. زیاد شلوغش نکنید، میخوام یه قصه براتون بگم. بچه ها بشینید قصه بگم. بچه ها قصه دوست دارن. بچه ها قصه های هیجان انگیز دوست دارن. در حکایت است که روزی روزگاری شیخی با تعدادی از مریدان خود که نصف استقلالی بودند و نصف پرسپولیسی در صحرایی بست نشسته بود که ناگهان بادی تند همی وزیدن گرفتندی و این باد تمام استقلالی ها را با خود بردن، همه را برد و مرگر کرد. آنگاه پرسپولیسی ها رو به شیخ کردند و گفتند یا شیخ، لابد ما بسیار قوی تر بودندی که باد ما را با خود همی نبردندی. شیخ گفت لا، شما سوراخ بودند، باد از شما عبور کردند. زیاد خوشحال نشید، من دیدم پرچم پرسپولیس عکس دو تا شیر، پرچم استقلال سه تا سوراخ، اینو چیکار کنم؟ باور کنید از لجبازی مونه که در یک فصل فوتبال طرفدارای آبی و قرمز و سر و کله هم میزنن، انتهای فصل سپاهان میره قهرمان میشه. تیم ملی رو عشق است، ول کن استقلال پرسپولیس. تیم ملیمون بعد 8000 سال بالاخره رفت جام جهانی، جون به لبمون کردن خدا میدونه. اما سرمربی تیم ملی کره جنوبی تشکر کرده بود، گفته بود من شرمنده مرام ایرانی‌ها شدم. گفتن چطور؟ گفت با اینکه ما به ایران باختیم، تماشاچیان ایرانی به من علامت موفقیت نشون میدادن، میگفتن موفق باشی موفق. اون گفت از ایرانیا بعدم میاد، اونم گفت موفق. گاندام استار اوپ 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 گاندام استار. اینجا سئول نیست، اینجا تهرانه. خیلی فرق میکنن میکره یا با ما. من شنیدم در کره جنوبی مردی که داره میره سر کارش، خانومش تا دم در بدرقش میکنه، هی میگه عزیزم دلم برات تنگ میشه، زود برگرد، من خیلی تو رو دوست دارم، بوس بوس. و اون میره سر کارش. استرالیا چند وقتی اونجا اجرا داریم، مردی داره میره سر کارش، خانومش تا دم در بدرقش میکنه، میگه عزیزم من خیلی نگرانتم، مواظب خودت باش، شدیداً دوستت دارم، خیلی زود برگرد، بوس. حالا یه دونه واسه رفیقتی. اون وقت در ایران وقتی مردی داره میره سر کارش، خانومش میگه داری میری آشغالا رو بذار دم در، خود دیوید چقدر فهم میکنه دستا کجا. هر جا میرم میبینمه، عادت کردم به میشه بودن تو، آروم میشم وقتی میشم باشی، فقط دلم خوشه به دیدن تو، من و تو، من عوض نمیشم و تو هم نشو، بیا با هم بمونیم فقط همین، من که جایی نمیم تو هم نرو. این حس قشنگا از عشق تو مستم، دستاتو میگیرم، حس پر پرواز اون بالا تو ابرو، تو پیش منی با. بله چی بگم، خلاصه همه چی قدیمش خوب بود، حتی بیسکویت مادر، بیسکویت مادرای قدیم. من هفته پیش بیسکویت مادر خریدم، مزه عمه میداد. همه چی عوض شد، قدیم خوب بود. شما خسته شدین؟ علیک. اتفاقا از همه شما زودتر تونست با کودک درونش آشتی کنه. جدی میگم، مرتضی حسینی میگفت مدت یک کودک درونم پیرمرد درونم رو اسکل میکنه، مسخره میکنه. میگو قبلنا اینجوری نبود، جرأت نمیکرد پاشو جلوش دراز کنه. وضعیت اکبر نژاد از اونم بدتر بود، میگو من مدتی کودک درونم پوشکشو خراب کرده،
تمام درونم رو به گند کشیده. حالا اینو چیکارش کنم؟ بچم بچه های قدیم به جون خودم. یادم ما بچه بودیم کوچولو، یه بزرگتری به ما حرف زشت میزد، کف دستامون رو نشونش میدادیم، میگودیم آینه آینه، هرچی میگیم خودت باشه. بچه های امروزی یه چیزی بهشون میگی، در جواب چیزایی بهت میگن، معنیشو باید بری از بابات بپرسی.